ایبوروفن و ژلوفن سیستم ایمنی رو ضعیف میکنن؟ چه مسکن‌هایی برای فرد مبتلا خطرناکه؟ در صورت مثبت بودن تست کرونا چقدر بعد از اینکه علائم از بین رفتن میتونیم از قرنطینه خارج بشیم؟ آیا خوردن قرص‌های مکمل ویتامین C، D یا زینک مانع ابتلا به کرونا میشه؟ خیلی ممنون که سوالاتتون رو با هشتگ از ما بپرس برامون فرستادید. امروز تا جایی که وقت داشته باشیم مهمونای برنامه به پرسش‌های شما جواب میدن. وقتتون بخیر. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. امروز دو مهمان داریم. اول میریم سراغ دکتر جواد امان، فوق تخصص میکروب شناسی و پژوهشگر بیماری‌های عفونی از مریلند آمریکا، و در ادامه برنامه پرسش‌های شما درباره مواد غذایی و ویتامین‌ها رو از دکتر گلندام خائف، متخصص تغذیه از کالیفرنیا می‌پرسیم. دکتر جواد امان، خیلی خوش اومدید به برنامه و ممنون از وقتی که به ما دادید. شما خودتون کاشف یکی از واکسن‌های ببخشید بیماری کاشف یکی از واکسن‌های بیماری ابولا بودید. الان در روزهای اخیر واکسن کرونا روی انسان‌ها آزمایش شده، ولی آیا تضمینی هست که این تلاش‌ها لزوماً پاسخ مثبت بده و به واکسن برسیم؟ تلاش میکنیم مشکل فنی که پیش اومده رو حل کنیم. من یک بار دیگه سوال رو تکرار میکنم به خاطر اینکه صدای دکتر امان رو ما نداشتیم. دکتر امان، در روزهای اخیر واکسن کرونا برای اولین بار آزمایش شده روی انسانها. آیا تضمینی هست که این واکسن لزوماً موفقیت آمیز باشه، به خاطر اینکه الان سالهاست که دارن روی واکسن ایدز کار میکنن و هنوز هیچ واکسنی در دسترس نیست؟ صحبت شما کاملا درسته. نمیشه تضمین کرد موفقیت واکسن رو از قبل. همونطور گفتید واکسن ایدز مشکلات خیلی زیادی داشته، الان 30-40 سال روش کار میکنن و به نتیجه هم نرسیده. و شما صدای منو میشنوید؟ بفرمایید، ما صدای شما رو میشنویم. بله، مدت هاست دارن روی این کار میکنن و هنوز به نتیجه نرسیدن در مورد واکسن ایدز. اما به دلایلی میشه گفتش که احتمال موفقیت در واکسن کرونا خیلی بیشتر از واکسن ایدز هست و الان میشه امیدوار بودش که در ظرف یکی دو سال آینده یه واکسنی که مؤثر باشه و ایمنی هم داشته باشه درست بشه. بسیار عالی. تقریبا هیچ کس نیست که در مورد ماندگاری ویروس سوال نداشته باشه. ویروس کووید 19 روی سطح، روی فلز، روی پلاستیک، روی چوب و در هوا چقدر ماندگاره؟ بله، این سوال خیلی خوبیه و همین هفته پیش چند تا یه مطالعه منتشر شد که نشون میده که این ویروس حداقل 2 تا 3 روز روی سطوح فلزی و یکم شاید طولانی تر روی سطوح پلاستیکی میمونه. در نتیجه جهت احتیاط حتی فرض رو باید بر طولانی تر از این گذاشت، بر 4-5 روز رو باید فرض کرد که مطمئن باشیم که این سطوح دیگه آلوده نیست. روی لباس چطور؟ روی لباس به نظر میادش که کمتر، اما مطالعه مشخص در مورد لباس نشده. ولی بازم جهت احتیاط لباسی که ما فکر میکنیم آلوده هست حتما باید شستش بشه و تا حتی الامکان در درجه حرارت بالا، چون این ویروس درجه حرارت بالا رو نمیتونه تحمل کنه، بالای 55-60 درجه در عرض نیم ساعت تا یک ساعت این ویروس از بین میره. در هوا ببخشید. در هوا هنوز خیلی مشخص نیست، ولی در عرض حداقل مطالعه که شده فکر میکنم حدود 10 ساعت رو نشون میده که ویروس هنوز با دوام داره. یعنی اگر یک کسی سرفه کنه و تو 10 ساعت آینده کسی از اون فضا بگذره، یا ممکنه که از طریق تنفس از راه بینی وارد ویروس وارد بدن بشه؟ نه، چون که ویروس روی هوا نمیتونه پرواز بکنه، که اینا ذرات ریز بزاق هستش که میاد بیرون و ویروس توی اونه و اینا به خاطر که دنسیتیش بالاست، وزن مخزنش بالاست، میشینه رو زمین و میره روی سطح میشینه و اونجا دیگه خشک میشه رو اون سطح و بعد از اون مسئله اینه که تا چه مدت رو اون سطح مونده. ممنون. سوال اشکان رو در مورد گروه های خونی بشنویم. آیا گروه خونی تأثیری در مقاومت بدن در برابر کرونا داره؟ سوال خیلی خوبیه.
و اتفاقا یه مطالعه هم شده که همین اخیرا اومده بیرون روی 2000 نفر در چین، و میدونیم که الان کسی که گروه خونی A داشته باشه A ریسکش یک کمی بالاتره، کسی که گروه خونه O داشته باشه ریسکش یه مقدار پایین تره. اما اینو بهتون بگم، این که میگیم ریسکش بالاتره چند برابر نیست، حدود 20% بالاتر برای گروه خونی A، حدود 30% پایین تر برای گروه خونی O هست. ولی هم گروه خونی A هم گروه خونی O هم گروه های خونی B و AB همه میتونن بگیرن. درسته. مقام های ایرانی گفتن که بروفن و ژلوفن نخورین و سعی کنید تو این دورانی که کرونا شیوع داره فقط استامینافن مصرف کنید. این چقدر از نظر علمی درست هست؟ هیچ مطالعه‌ای در مورد خود ویروس کرونا جدید در رابطه با ایبوپروفن نشده. اما علت این که این مسئله مطرح شده توی فضای مجازی این هستش که وزارت بهداشت فرانسه یک توصیه‌ای کرده بود که از مصرف ایبوپروفن برای معالجه ویروس کرونا خودداری بکنید، و علت اون هم هست که بر اساس یک سری اطلاعاتی که از بیماری‌های تنفسی قبلی، بیماری عفونی تنفسی هست، به نظر میادش که این داروهای ضد التهابی مثل ایبوپروفن ممکنه که ایمنی بدن رو برای مقابله با ویروس تضعیف بکنه. ولی در مورد کرونا دیده نشده. هیچ کسی که باید به دستور پزشکش الان داره ایبوپروفن میخوره و سالم هست نباید اونو بذاره کنار به خاطر اینکه مبادا کرونا بگیره، چون وقت نیست که همون مسئله که به خاطرش داشته ایبوپروفن میخوره احتمالا بالاتر از این هستش که با کرونا روبرو بشه. ممنون. صدای محلا رو بشنویم در مورد قرنطینه. من 2 هفته هستم که با کرونا مثبت تو قرنطینه توی اتاق به سر میبرم. در حال حاضر بعد از 2 هفته علائمی از بیماری ندارم. میخوام بدونم که آیا این 2 هفته برای اطرافیان دیگه خوب هستش که وارد جمع بشن؟ بله، اولا که بله خانم، خیلی خوشحالم که در حالتون بهتر میشه. در این مورد هم چون این ویروس جدیده و اطلاعات داره همینطور به تدریج به دست میاد، شما باید جهت احتیاط رو رعایت کنید. قبلا دیده شده که بعضی از افرادی که حالشون خوب میشه ممکنه برای یه مدت ویروس هنوز توی مخاط بینیشون باشه. اگر امکان اینو دارید که دوباره تست بکنید، این کار رو بکنید. اگر امکان تست کردن مجدد ندارید، جهت احتیاط یکی دو هفته دیگه هم دندون رو جگر بذارید، انشالله که هیچ مشکلی پیش نیاد. یکی 2 هفته دیگه، یعنی بعد از اون 2 هفته درمان؟ بله بله. در مجموع 3 یا 4 هفته؟ بله. صدای منصوره رو بشنویم که در مورد ضد عفونی اتاق فردی که مبتلا به کرونا بود سوال داشته. چطور میشه فرش، مبل و یا تخت اتاق فردی رو که مبتلا به کرونا ویروس بوده رو ضد عفونی کرد؟ و منظور شما از مایع ضد عفونی کننده به غیر از الکل و مخلوطی از آب و وایتکس چی میتونه باشه؟ بله، ببینید، اگر که شما یه بیماری داشتید که توی اتاقی گذاشته بودینش و جدا کرده بودین از بقیه و این بیمار خوشبختانه حالش خوب شده، بهترین کار اینه که اون اتاق رو بهش هیچ دست نزنید. در اتاق رو ببندین، اگه میشه با یه چسب دور درزاشو بگیرید و اصلا واردش نشه. برای اینکه ویروس، یه خوبیش اینه که ویروس مثل باکتری نیست که خودش رشد بکنه. وقتی که ویروس روی سطوح هستش، حالا چه لباس باشه، چه تشک باشه و چه سطوح جامد باشه مثلا فلزات و اینا، بعد از یه مدت خود این ویروس از بین میره، چون ویروس خودش رو تکثیر نخواهد. در نتیجه شما بعد از 2-3 هفته اگر که اونجا رو بسته باشید دیگه خیالتون نسبتا راحته. با این حال بعد از اون مدت وقتی رفتین تو، دوباره یه دستمالی رو با مثلا الکل 70% اگه خیس کرده باشین روی این سطوح بمالید و حتی روی فرش و اینا، و اون چیزایی رو که میشه شست مثل ملافه اینا رو قش میتونید بریزین تو ماشین رخشویی و با درجه بالا بشورید. ولی بهترین کار اینه که فقط یک مدتی بهش زمان بدید و وارد اون اتاق نشید. دکتر امان، اگر بیشتر از یه نفر از اعضای خانواده مبتلا باشن به کرونا و کل خونه رو در واقع به عنوان قرنطینه استفاده کردن، چطور باید ضد عفونی انجام بشه؟ ببینید، اگه میشه تو اون خونه برای یه مدتی نرفت، یعنی بعد از اینکه این افراد خوب شدن اومدن بیرون، اگه میشه تو اون خونه یه مدتی نرفت، این امترین کاره.
برای اینکه شما وقتی میرین سعی میکنین ضد عفونی هم بکنین، بالاخره یه مقدار ممکنه که در تماس قرار بگیریم با ویروس. همونطور گفتم چون ویروس رشد نمیکنه و بعد از یه مدتی از بین میره، میشه اگر امکانش وجود داره که برای یه مدتی بیرون باشی، بیرون باشید، بعد از چند هفته برمیگردیم اونجا، تقریبا میتونیم مطمئن بشیم دیگه ویروس نیست. با این حال سعی میکنیم که در دیوار رو، سطوح موجود و اینا رو با یه دستمال و الکل 70% یا آب ژاولی که 1:10 رقیقش کردین تمیز بکنیم. دکتر امان، پرسیدن که اگه میشه یک بار دیگه علائم اولیه کرونا رو یادآوری کنیم. بعد این علائم اولیه خیلی شبیه به اکثر سرماخوردگی هاست، با این تفاوت که به نظر میاد آبریزش بینی کمتر هستش توی این، سرفه توی موارد خیلی زیادی نزدیک به تمامشون سرفه دارن، منتها سرفه بیشتر سرفه خشک هستش و تب هم توی اکثر موارد وجود داره، اما همیشه استثناهایی هم هست. به همین دلیل شما هر نوع به اصطلاح احساس سرماخوردگی، علائم سرماخوردگی که میبینید، جهت احتیاط باید خودتون از بقیه جدا بکنید، یه مدتی صبر بکنید. اگه تب کردید اینا، حتما تماس بگیرید با مراکزی که هست برای آزمایش کرونا که اون آزمایش رو بدن. همین هنوز که هنوز اگر که شما الان احساس سرماخوردگی داشته باشید، شانس ای که سرماخوردگی شما کرونا باشه خیلی کمتر از اینه که کرونا نباشه. درچه فرض رو لازم نیست از اصل بذارید برای کرونا. ممکنه کرونا بدون علائم ظاهر بشه در بدن؟ ببینید، اگر که الان با مقدار محدودی که تست شده این رو نمیشه با اطمینان گفت، ولی یه چیزی رو میشه با اطمینان گفت چون چند موردش دیده شده، اونم این که توی دوره کمون، یعنی اون دوره‌ای که ویروس در بدن هست اما علائمی از خودش نشون نمیده، تو اون دوره امکان انتقال ویروس به دیگران وجود داره و این متاسفانه یه ریسکی هستش که زیاد نمیشه باهاش کاری کرد. یعنی چون اگر کسی که هیچ علائمی نداره، خب طبعا زیاد هم مواظب نیست. به همین دلیل هستش که این قرنطینه ها خیلی مهمه، برای اینکه آدمایی هم که سالم هستن ممکنه بتونن بدن، بچه ها ممکنه گرفته باشن علائمی نداشتن ولی بتونن بدن به یه نفر دیگه که بیشتر آسیب پذیر باشه. به همین دلیل باید قرنطینه رو خیلی خوب رعایت کرد. تو خونه هم که هستن آدما با هم دیگه، افرادی خانواده، یک فاصله ای رو چند یکی دو متری اگر حفظ بکنن در اکثر موارد مسلما بهتر تا اینکه نکنن. سوال فاطمه رو از فارس بشنویم در مورد آسم. سلام، من 12 سالمه و آسم دارم. میخواستم بپرسم اگر من کرونا بگیرم، چون آسم دارم و از اسپری هم استفاده میکنم، اگر من از این اسپری استفاده کنم چه ضرری برای من داره و چه فایده‌ای هم برام داره؟ و چون 12 سالمه، من اگه کرونا بگیرم، کرونا در من به چه شکله؟ بله فاطمه خانم، شما به خاطر اینکه یک بیماری ریوی دارید، همین آسم هستش، باید خیلی بیشتر از بقیه مواظب باشین که اصلا روبرو نشید با کرونا. این به خاطر اینکه کرونا تو کسایی که بیماری های زمینی دارن معمولا بدتر. در مورد بچه ها همسنهای شما هنوز اطلاعات خیلی زیادی وجود نداره از این، و در زمینه اینکه آیا از اسپری باید هنوز استفاده بکنید یا نه، این رو با دکتر معالج خودتون حتما مشورت کنید. علتش هم این هستش که بستگی به وضعیت مشخص بیماری در بدن شما، دکتر شما ممکنه توصیه بکنه که این کارو بکنید یا نکنید. این بستگی هم داره به نوع دارویی که در شما استفاده میکنید در اون اسپری، و بهترین کار اینه که اینا رو به جای اینکه دنبال یک دستورالعمل عمومی و کلی باشین، با دکتر خودتون مشورت کنید که اون بهترین دستور رو به شما بده. دکتر امان، کیمیا از رشت سوال کرده افرادی که کبد چرب دارن، آیا احتمال اینکه در معرض این بیماری باشن بیشتر هست؟ هیچ اطلاعاتی، شواهدی وجود نداره که اینطور باشه، ولی خب عدم اطلاعات معنیش این نیستش که میشه جواب منفی داد به این سوال. به طور کلی کسایی که بیماری های مزمن دارن در مجموع باید بیشتر مواظب باشن، چون که افراد بیماری زمینه ای، ولی خب اونا بیشتر قلب و عروق و بیماری ریوی هست، اما به طور کلی کسایی که بیماری زمینه ای دارن بهتره که احتیاط بیشتری بکنن. یکی از مخاطبمون پرسیده که بیمارایی که ام اس دارن باید چه کار کنن، چون داروهای ام اس به شدت ایمنی بدنشون رو پایین میاره.
بله، این حرف درستیه. بازم مطالعه‌ای که منتشر شده باشه وجود نداره در این زمینه، ولی این هم مثل بقیه بیماری‌های مزمنی که میتونه مشکل ایجاد بکنه، مطمئناً بیماری آتوایمی مثل ام اس هم جزء اوناست. فوق العاده باید مواظب باشن و سعی کنن که اصلاً از خونه بیرون نیان کسایی که این بیماری‌ها رو دارن، با افراد خانواده خودشون هم فاصله‌شون رو زیاد بکنن تا اینکه این مسئله حل بشه. یه دنیا ممنون دکتر امان، خیلی متشکر از وقتی که به ما دادیم. خیلی از شما سوال کرده بودین راجب تغذیه، اینکه مالتی ویتامین، قرص‌های مکمل بخورید یا نخورید، ویتامین سی، زینک، غذا رو در چه دمایی گرم کنید. سوالات خیلی زیادی در مورد تغذیه داشتیم، برای همین ما این متخصص تغذیه دعوت کردیم. دکتر گلندام خائف مهمان برنامه‌مون هستن که از کالیفرنیا صبح زود به ما پیوستن. دکتر خائف خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین. یک راست بدون اینکه وقت رو تلف کنیم بریم سراغ سوال اول که در مورد مکمل هاست. چنانچه ما به تازگی آزمایشی نداده باشیم و ندونیم که تا چه اندازه ویتامین ها و مکمل ها در بدنمون وجود داره، آیا میتونیم دوز مشخصی از ویتامین ها مثل ویتامین دی یا سی، منیزیم، زینک، سیترات، اینها رو استفاده بکنیم یا خیر؟ ویتامین سی چه تأثیری داره توی سیستم ایمنی بدن ما و آیا کلن به ما کمک میکنه که کرونا نگیریم یا هر بیماری ویروسی دیگه ای؟ مولتی ویتامین ها تأثیری دارن برای افزایش سیستم ایمنی یا جلوگیری از کرونا؟ دکتر خائف جواب شما رو بشنویم در مورد ویتامین های مختلف. بله خیلی سوال های خوبی بود. ویتامین ها هر کدوم خصوصیات خاص خودشونو دارن، ولی ویتامین هایی که من شنیدم ویتامین دی بود و ویتامین سی و مولتی ویتامین به طور کلی، مکمل کلی. اگر که آزمایش نداده باشین که بتونین بدونین ویتامین د بدنتون در چه اندازه هست، البته پیشنهاد میکنم که آزمایش رو بدین حتما، چون که اگر خیلی پایین باشه باید مکمل های بالاتری بخورین. اما اگر که نمیدونین و ویتامین د میخواین بخورین، که به نظر من پیشنهاد خوبی هم هست این روزا، ویتامین د از 2000 IU یعنی اینترنشنال یونیت تا 5000 IU مقدار سیفی هست، یعنی اوکی هست که بخورین، ولی بیشتر از 5000 IU رو من پیشنهاد نمی کنم، به خاطر اینکه ویتامین د ویتامین محلول در چربی هست. روزانه هست این دوزی که میگین؟ بله روزانه بین 2000 تا 5000. بیشتر افراد با 2000 IU در روز مشکلشون حل میشه، مشکل اگه ویتامین د پایینی داشته باشن مشکلشون حل میشه، ولی تا 5000 هم مسئله نیست. بالای 5000 پیشنهاد نمی کنم مگر اینکه پزشکتون پیشنهاد داده باشه. ویتامین C، هم ویتامین D هم ویتامین C برای سیستم ایمنی بدن بسیار بسیار مهم هستند. ویتامین C از همه معروف تره، ولی تنها ویتامینی نیست که برای سیستم ایمنیمون مناسبه. ویتامین D هم خیلی مهمه، ویتامین A، ویتامین K و زینک و سلنیوم، همه اینا مهم هستن که توی مالتی ویتامین هستن. ویتامین C مسئله خوردن مکملش نداره، به خاطر اینکه ویتامین محلول در آب هست و به نظر من، چون من خودم توی روانشناسی خیلی کار میکنم، از نظر حتی روانی هم به آدم ها خیلی کمک میکنه که فکر کنن دارن یه کار خوبی برای بدنشون میکنن. ویتامین C میتونین همون مقدار مثل قرص جوشانی که تو ایران من دیدم هست، اونا تقریبا 1 گرم یا 1000 میلی گرم توشون ویتامین C اضافه داره. 1000 تا 2000 میلی گرم در روز هم مسئله این نیست. البته ترجیح اینه که ویتامین C از غذا بیاد، اون ترجیح اصلی هست، از غذاهایی که پر از ویتامین C هستن، رنگهای مختلف میوه و سبزیجات. ولی برای اینکه مطمئن بشین که سیستم ایمنی قوی دارین، البته بازم بگم پیشگیری نخواهد کرد از گرفتن کرونا، ولی اگر کرونا بگیرین و هر ویروس یا باکتریای دیگه، بهتون کمک میکنه که سیستم ایمنی بهتون کمک میکنه که یه مقداری زودتر با این مشکل کنار بیاین. در نتیجه همون 1000 میلی گرم تا 2000 میلی گرم ویتامین C مشکلی نیست. بیشترش رو پیشنهاد نمیکنم، چون بدن
هرچی که ویتامین C بیشتری بخورین، چون محلول در آب هست، از خودش خارج میکنه، یعنی نگه نمیداره توش، دارین در واقع پولتون رو هدر میدین. مکمل کلی یعنی یه ملتی ویتامین به نظر من این روزها ایده بدی نیست. به نظرم اگه هر کسی یه ملتی ویتامین بخوره، اگر فکر میکنین که در کلن رژیم غذاییتون کامل نیست، مسئله نیست که یه ملتی ویتامین بخورید. چون ممنون دکتر خائف، ببخشید زمان برنامه کمه، میخواییم تعداد سوالای بیشتری بپرسیم. سوال سهیلا رو بشنویم. من باردار هستم و 34 سالمه، بیرون نمیرم و هیچ گونه ارتباطی با بیرون ندارم. با توجه به اینکه باردار هستم، خب ویتامین دی نمیتونم بخورم، هر ویتامین رو نمیتونم بخورم و فقط صرفا مکمل هایی که خود دکتر به هم داده که هر روز یه ملتی ویتامین و یا اسید فولیک باید بخورم، فقط همون هست. آیا ویتامین هایی هست که افراد حامل نباید بخورن؟ اگر میشه کوتاه. همون مکملی که مکمل برای دوران حاملگی رو اگه شما بخورین کاملا براتون کافی هست. البته ویتامین D و ویتامین C هم برای شما ضرری نداره. من نمیدونم اینو کی به شما گفته، یعنی از نظر من که متخصص تغذیه هستم، خوردن اون ویتامینا هم در دوز پایین هیچ ایرادی نداره، ولی همون مکمل اصلی ملتی ویتامین اصلی دوران حاملگی برای شما کافیه. صدای سجاد رو بشنویم. ویروس کرونا برای چند روز روی پوست میوه در فعال میمونه و اینکه چه جور ضد عفونی باید براش انجام بشه؟ اینکه چقدر روی غذا میمونه متاسفانه نمیدونیم هنوز، ولی خبر خوبی که هست اینه که ویروس کرونا خیلی به غذا یا روی غذا موندن علاقه زیادی نداره. یه باور غلطی هم هست که همه فکر میکنن یه نفر یه غذای خورده یا یه گوشت خاصی خورده و ویروس کرونا گرفته. این سیستم گوارشی ما ویروس کرونا رو از بین میبره، درنچه این ویروس از طریق غذا منتقل نشده، این ویروس از طریق نزدیکی زیاد با حیوانات منتقل شده و هوازی هست. در نتیجه نمیدونیم چقدر روی میوه و سبزیجات میمونه یا غذاهای دیگه، ولی بهترین کار این هست که میوه و سبزیجات رو بشورید مثل همیشه با آب گرم و یه مقداری صابون بشورید که مطمئن بشیم این ویروس توی حداقل از طریق، چون محال نیست ولی خیلی احتمالش کم هست، ولی ممنون. میوه و سبزیشون رو بشورید. سوال بعدی رو بشنوید. مگر ما شکلات از بیرون میخریم باید این شکلات ها رو زیر شیر آب بشوریم؟ یعنی وقتی با مثلا جلد روشون هستن و بعد بذاریم توی ظرف شکلات خوری؟ و اینکه آیا شیرینی رو درسته توی دمای 200 تا 400 درجه پخته میشه، ولی آیا باز میتونه مثلا این ذرات بشینه روش؟ کسی که مثلا این شیرینی ها رو میچینه توی ظرفشون یا توی جعبشون، اگه دستش دارای این ویروس باشه؟ چون من همیشه از قنادی ها خرمای پیارون میخرم که به صورت کیلویی فروخته میشه. میخواستم ببینم که این خرما رو اگر بیارم خونه و کلن با آب بشورمشون میتونیم مصرف کنیم یا نه؟ امکان آلوده بودن آجیل و خوشباری که ما برای عید تهیه کردیم وجود داره یا نه؟ آیا اینکه ما 9 روز بذاریم توی مکانی بمونه، بعد از 9 روز استفاده کنیم ازش، این ویروس رو از بین میبره، ویروس احتمالی که روش وجود داشته باشه رو؟ بله، این دوباره تکرار میکنم، ویروس کرونا از طریق غذا خیلی به ما آسیبی نمیرسونه، چون هر غذایی که وارد سیستم گوارشی ما بشه از طریق اسید معده این ویروس به احتمال خیلی زیاد از بین میره. در نتیجه هرچی که وارد سیستم گوارشیتون بشه خطر زیادی نداره، ولی باید احتیاط کرد. به نظر من این روزها بیشتر از داخل خونه غذا تهیه کنین. به نظر من ریسک اصلی این هست که چیزهایی بخرید که توی پلاستیک یا چیزهایی باشه که غذاهایی که تو پلاستیک میاد که اونا ممکنه خطرناک باشه، چون سطحش ممکنه آلوده باشه. ممنون. اگر وقت داریم سوال غزال رو بشنویم. من از ایران تماس میگیرم. ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح رو میدونم زمانش چقدره، تقریبا به صورت جدول اینا ارائه شده، ولی روی مواد غذایی مثلا پرتقال، سیب، شکلات اینا رو نمیدونم.
بله، ما هم نمیدونیم هنوز، یعنی واقعا هیچ کس نمیدونه، چون ویروس خیلی جدیده و دارن هنوز تحقیق میکنن. ولی چیزایی مثل پرتقال که مهم نیست چون پوستشو میگیرید، ولی غذاهایی که میخورید بهتره که به طور کلی دستتون رو حتما بشورید، غذاتون رو بهتره که بپزید این روزها و توی خونه تهیه کنید. این بهترین چیزی است که من میتونم به شما پیشنهاد کنم. دکتر خائف، در مورد مکمل ها، آیا هیچ مکمل یا ویتامینی هست که دوز بالاش خطرناک باشه برای بدن؟ بله بله، ویتامین هایی که محلول در چربی هستن معمولا دوز بالاشون خطرناکه، چون توی بدن ذخیره میشن، مثل ویتامین آ که دوز بالاش خیلی خطرناکه و ویتامین د هم توی مگا دوز خیلی خطرناک میتونه باشه. سپاس فراوان، خیلی ممنون دکتر خائف از وقتی که دادی. خواهش میکنم. تکرار این برنامه فردا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران پخش میشه. برنامه بعدی دو مهمون داریم. دکتر سعید شهراز، پژوهشگر سیستم سلامت و بیماری‌های مزمن، و دکتر کتی تقی‌پور، متخصص پوست. سوالاتتون رو ضبط کنیم و به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما بفرستید و جوابش رو ساعت 6:30 عصر به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان در برنامه زندمون ببینید. تا برنامه بعدی مراقب سلامت جسم و روانتون باشید.